جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس. در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان فسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت پنجم. در بخش‌های پیشین این مستند چهره رضا شاه را در آینه اسناد تاریخی به تماشا نشستیم و دیدیم که بنیانگذار سلسله پهلوی با ثروت‌ها و منابع طبیعی و اقوام ایران چه کرد. اکنون قصد داریم به عملکرد رضا شاه در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم بپردازیم. می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می کرد؟ آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله های آتش جنگ های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت. در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد. این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضیا پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرون سایده که میاد در فاصله داستان کودتا
و راه انداختن کودتاچی ها از قزوین به تهران اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده. توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت. برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند. بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودند. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدند و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود. آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین های از دست رفتش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود. شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
حسین مکی در کتاب تاریخ 29 ساله می نویسد: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید. وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دراد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بیسوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود. یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید: ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد: 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلیحضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد: این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد. رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاحت تمام این کار رو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند،
رضاخان بنابرای توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد. ابعاد فاجعه‌ای که رضاشاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرف هاست. تمام رفت و برگشت های مذاکرات رضاشاه با انگلستان و شوروی به دور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش رو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضاشاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود. شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایلات و عشایر افتاده بود. به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت رو از مملکت اخراج کنه و بهش بگه که بفرمایید زحمت رو کم کنید، بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضاشاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضاشاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضاشاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه، شما نمی‌فهمید. اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه‌های دهن بسته و قلم‌های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضاشاه و جنایت‌های رضاشاه رو، غارت‌ها و چپقول‌هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله‌های زمین‌های غارت شده و مصادره شده‌شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمی‌دونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی‌هاشون شدن. خب حالا سوالی که سال‌هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد. ایران فروشی رضاشاه به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران محدود نمی شود. دیکتاتور وابسته پیش از آن هم بخشایی از خاک ایران را به بیگانگان داده بود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد: سرلشکر ارفع می گوید من عضو هیئت تحدید حدود، یعنی اندازه‌گیری و مشخص کردن مرزها و حل اختلافات مرزی با ترکیه بودم. شاه گفت مهم نیست که سر این تپه از آن چه کسی، یعنی ایران یا ترکیه باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم. برگشتم. همه منتظر من بودند. هیئت ترکیه و هیئت ایران تا من وارد شدم پرسیدند اعلی حضرت، یعنی رضاشاه، چه فرمودند؟ گفتم فرمودند ما دوست هستیم. این موضوعات در کار نیست. تقسیم کنید. این طرف تپه که رو به قطور است مال ما باشد و آن طرف مال ترکا. به طوری که می‌دانیم پهلوی ارتفاعات آرارات کوچک را به ترک ها و قسمت هایی از شرق ایران را به افغان ها و شط العرب را به عراق بخشید. بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان
فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردند؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طریخان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، خب کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.